آقای مهرابی، امروز در مجلس چه گذشت و چرا دوباره نمایندگان چنین تصمیم می‌گرفتند؟ اون چیزی که در جلسه غیرعلنی مجلس مطرح شده بود در واقع رأی‌گیری نبود و به نوعی رأی استنزاجی بود، چون اگر بنا بر رأی‌گیری در جلسه غیرعلنی بود باید این تر 3/4 رأی می آورد که به هر حال اون شرایط را نداشت و اصلا شرایط این که بخواد در دستور کار جلسه غیرعلنی قرار بگیره را هم نداشت و برای همین اون بحثی که درباره رأی‌گیری در جلسه غیرعلنی مطرح میشه در واقع به صورت غیر رسمی بوده و مصوبه اصلی مجلس مربوط به صحن علنی مجلس است. اما این که در جلسه غیرعلنی به هر حال نمایندگان موافقت میکنن و در جلسه علنی نشون میده که در اون جلسات بحث‌هایی مطرح میشه مبنی بر این که نظام یا به هر حال نهادهایی از نظام خواستار تصویب شدن این طرح هستن و نظر نمایندگان تغییر میکنه. در روز اولیه رأی‌گیری برای این طرح هم دقیقا همین اتفاق رخ داد و در جلسه غیرعلنی به هر حال نمایندگان اکثریت نمایندگان موافق بودن که این طرح یا بررسی نشه یا اینکه در صحن علنی بررسی بشه، اما در نهایت در صحن علنی رأی دیگری رو دادن و این نشون میده اون بحث هایی که به هر حال در جلسات غیر علنی مطرح میشه به نوعی هست که تعدادی از نمایندگان با وجود نظر شخصی خودشون برای مخالفت در نهایت با این طرح موافقت میکنن. حامیان این طرح خب چه نظر و استدلالی دارن؟ در حال از نظر حامیان این طرح این فضای مجازی به صورت فعلی نمیتونه ادامه پیدا بکنه و باید برای اون یک برنامه خاصی بچینن که در نهایت به نوعی به جداسازی اینترنت از اینترنت جهانی منتهی میشه و به هر حال اصل این بحث هم جدید نیست و در 20 سال گذشته دنبال شده. صحبت هایی که امروز حامیان این طرح میکردن اعلام میکردن که عملا در دولت آقای روحانی در این باره اقدامی نشده و اون طرحهایی که از قبل وجود داشته به نوعی به تأخیر افتاده و باید با سرعت بیشتر این موضوع پیگیری بشه. در نهایت هم به هر حال هدف عمده رو بحث فضای مجازی یا به هر حال نرم افزارهایی هست که در اونها مردم ایران حضور دارن که این فضای مجازی یا اون نرم افزارها یا شبکه‌ها به نوعی به یک فضاسازی سیاسی منجر میشه یا در مواقع بحرانی به هر حال مردم میتونن در اونجا همدیگر رو پیدا بکنن و یک شبکه‌هایی رو ایجاد بکنن. بجز این موضوع که به هر حال برای بحث‌های امنیتی یا سیاسی مد نظر نمایندگان هست، اونها احساس کنن که این فضای فعلی اینترنت به مرور باعث یک سری تغییرات فرهنگی و سیاسی در جامعه میشه که قاعدتاً مورد نظر اونها نیست. ممنونم از شما احسان مهرابی، روزنامه‌نگار از برلین.